تقریبا یک سال و نیمی از ورود کووید 19 به کشور می‌گذرد. میهمان ناخوانده که شاید یکی از مهمترین راه‌های نجات و رهایی از آن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری‌های اجتماعی باشد. اهمیتی که حتی ایده بسیاری از هنرمندان در خلق اثر شده. نمونه آن هم نمایش‌های فاصله به میزبانی خانه هنرمندان ایران. تصمیم گرفتیم یک ایده به هنرمندان سراسر کشور بدیم به نام فاصله گذاری اجتماعی تا در همه رشته‌های هنرهای تجسمی مثل عکس، مجسمه و نقاشی آثار خودشون رو با این موضوع برای ما ارسال کنن. 150 اثر از تمام ایران به دست ما رسید و در نهایت 30 اثر توسط داوران انتخاب شد. آثاری برجسته که چیدمانی از سبک و تکنیک رو بر دیوارها به نمایش گذاشته. اثری که در بک‌گراند من می‌بینید به نام اسب‌های بی‌سواره که برداشتی از مینیاتورهای ایرانی است و از عرض محتوایی از شعر حافظه. گوی توفیق و کرامت در میان افکندن، کسب میدان در نمی‌آید، سواران را چه شد؟ نقش‌های مفهومی که مراقبت همگانی را گوشزد می‌کنند. خواستم نشون بدم که تو این دنیایی که شلوغی های خودشو داره، تلخی ها و شیرینی های خودشو داره و به یه نخ بنده، یه مشکل جدید به وجود اومده به اسم کرونا و راه حلی که براش فعلا پیدا کردیم این ماسکه. فاصله هایی که گاهن پیامی هنری را برای نزدیک شدن فرم ها در خود جای داده. همیشه سعی کردم که در کارهام فرم رو بیارم و اجرا بکنم، ولی اینجا شما همبستگی که در کارهای قبل و پیوستگی بود رو دیگه شما نمیبینید و این حلقه ها و این فرم ها نشون دهنده فاصله است که مرتبط با شرایط امروز ما و همون فاصله گذاری اجتماعی هست. فضای متفاوت که تلاش دارد تا تراوشات به جای مونده این روزهای هنرمندان ایران زمین را جهانی کند. ما در دوران کرونا نمایشگاه‌های زیادی رو برگزار کردیم در وبسایت‌های بین‌المللی هنری که امکان فروش آثار رو فراهم می‌کنند. این آثار رو هم در یک وبسایت فرانسوی آنلاین می‌کنیم و بیننده‌ها از همه دنیا می‌تونن آثار رو ببینن و امکان خرید اثر به صورت ارزی وجود داره و اثر به اون کشور خاص ارسال میشه. هنرمندان این نمایشگاه تلاش دارن تا نگاه و روایتی دقیق و هنرمندانه به موضوع این روزهای دنیای ما یعنی کرونا داشته باشن. عزیزانی که تلاش کردند تا اهمیت فاصله گذاری های اجتماعی رو بیش از پیش نمایان کنند.